فصل 9 کلبه روسو. 1. همه چیز درک آنچه را رخ می داد دشوارتر می کرد. به نظر می رسید مخروط نور نورافکن در اطراف چند بازیگر روی صحنه تئاتر کاهش می یابد. با این حال بازیگران همچنان پشت به یکدیگر ایستاده بودند، آماده بودند به سرعت سخنان نقش خود را ادا کنند، اما هنوز پشت به هم بودند و ساکت. وقتی کریستیان یک روز عصر بار دیگر کابوس‌هایش را در مورد مرگ دردناک گروهبان مورل برای اشترونزه تعریف کرد و در جزئیات آن غرق شد، اشترونزه به طرز شگفت‌انگیزی شروع کرده بود به قدم زدن در اتاق و با عصبانیت به شاه گفته بود که بس کند. کریستیان شگفت زده شده بود. پیشتر وقتی روردیل هنوز حاضر بود، پیش از آن که در پی مجازات تبعید شود، کریستیان می توانست در این مورد صحبت کند. اکنون به نظر می رسید اشترونزه آرامش خود را از دست داده است. کریستیان دلیلش را پرسیده بود. اشترونزه فقط گفته بود اعلی حضرت متوجه نمی شوند و هرگز نیز برای فهم آن تلاش نمی کنند. با اینکه خیلی وقت است همدیگر را می شناسیم، اما من آدم شجاعی نیستم. از درد می ترسم. نمی خواهم به درد فکر کنم. من زود می ترسم. واقعیت این است که اگر اعلی حضرت علاقه داشتند تا به حال متوجه شده بودند. کریستیان در طول طغیان اشترونزه با تعجب به او نگاه کرده بود. سپس گفته بود من هم از مرگ می ترسم. اشترونزه با بی‌حوصلگی گفته بود من از مرگ نمی ترسم، فقط از درد. می فهمید؟ فقط از درد. طرحی از اواخر تابستان سال 1770 وجود دارد که کریستیان آن را کشیده و نشان دهنده پسرکی سیاه پوست است. به جز این صورت کریستیان به ندرت طراحی می کرد، اما نقاشی هایی که از او باقی مانده با استعداد زیادی کشیده شدند. این طرح چهره مورانتی را به تصویر می کشید، پسرک سیاه پوستی که به پادشاه بخشیده بودند تا از اندوه خود بکاهد و به این ترتیب کسی را داشته باشد که با او بازی کند. هیچ کس نباید در این مورد امر واقعی را بیان می کرد. مالی خولیا توصیف درستی بود، نه همبازی. اما برنت که ایده همبازی را مطرح کرده بود، نظر خود را دقیقاً همین گونه بیان می‌کرد. همبازی ای برای اعلی حضرت. فضایی از تسلیم خفقان‌آور پیرامون شاه را فرا گرفته بود. یافتن همبازی در میان درباریان دشوار بود. به نظر می‌رسید پادشاه همه ی توان روزانه خود را در ساعتی متمرکز می کند که باید اسناد و نامه‌هایی را امضا کند که اشترونزه جلوش می گذاشت. اما پس از آن که از هم جدا می شدند، بقیه ی روز در بی تفاوتی فرو می رفت و کلمات نامفهومی زیر لب تکرار می کرد. برنت که از همنشینی با شاه خسته شده بود، فکر کرده بود نوکر جوان سیاه‌پوستی را بخرد تا همبازی پادشاه باشد. وقتی برای خرید نوکر اجازه خواسته بود، اشترونزه فقط سر خود را به نشانه عدم رضایت تکان داده بود، اما سرانجام پذیرفته بود. جایگاه اشترونزه در دربار اکنون آنقدر آشکار بود که تأییدش برای خرید بردگان سیاه‌پوست نیز ضرورت داشت. برنت خاطر نشان کرده بود که خسته شدنش کاملا قابل درک است، زیرا همنشینی بازیگوشانه با اعلی حضرت را نمیتوان جزو وظایف بدیهی او در مقام مدیر تئاتر به حساب آورد. در واقع برنت از همنشینی با شاه خسته و خشمگین میشد. گفتگو با اعلی حضرت به طور فزاینده یک نواخت شده بود، زیرا پادشاه اغلب تمام روز را روی صندلی مینشست، دستایش را تکان میداد، زیر لب حرفهای نامفهوم میزد یا مستقیم به دیوار خیره می شد. همچنین عادت داشت صندلی خود را نزدیک دیوار رو به آن قرار دهد تا مجبور نباشد به اطراف نگاه کند. برنت چه می توانست بکند؟ گفتگو سخت بود.
برای اشترونزه توضیح داده بود که نمیتواند خود را بین صندلی و دیوار قرار دهد. اشترونزه گفته بود هر کار میخواهید انجام دهید، اینجا هنوز دیوان خانه است. نام نوکر سیاه پوست را مورانتی گذاشته بودند. مورانتی در آنچه پس از آن رخ داد همچنین در گزارش های دیپلماتیک نقش خاصی ایفا میکرد. اواخر پاییز همان سال وقتی وخامت اوضاع تشدید شده بود و گزارش های نگران کننده ای درباره افزایش قدرت اشترونزه به فرمان روایان خارجی نیز رسیده بود، فرستاده کشور فرانسه درخواست کرده بود با پادشاه ملاقات کند. اما وقتی سفیر رسیده بود فقط اشترونزه در اتاق بود و اعلام کرده بود اعلی حضرت کریستیان هفتم امروز ناخوشند، اما میخواهند احترام و محبت خود را به فرستاده دولت فرانسه ابلاغ دارند. فرستاده فرانسه شروع کرده بود به سخن گفتن. دکتر اشترونزه بیدرنگ خطاب او را تصحیح کرده بود. مشاور شورای حکومتی. جوی پرتنش و خصمانه اما محترمانه حاکم شده بود. فرستاده ادامه داده بود شایعاتی در مورد برنامه‌های تقریبا انقلابی اعلی حضرت پادشاه دانمارک به ما رسیده است. جالب است در پاریس به خوبی با این گرایشات فکری آشناییم و البته منتقدشان هم هستیم، چنان که بی تردید خبر دارید. می‌خواهیم با کمال احترام اطمینان حاصل کنیم این نیروهای تاریک انقلابی از قضا و ناخواسته از روی اشتباه منتشر نشوند در میان شما و در اروپا، برای اینکه مرض روشنگری سرایت نکند. بله، به نظر من این مرض مصری است و اطراف پراکنده می شود و چون می دانیم پادشاه جوان به سخنان شما گوش می کنند، می خواهیم اشترونزه برخلاف آداب معاشرت درباری فرستاده فرانسه را به نشستن دعوت نکرده بود. اکنون هر دو در فاصله حدود 5 قدمی روبروی یکدیگر ایستاده بودند. اشترونزه با لحنی کمی کنایه‌آمیز گفته بود در پاریس می ترسند، از کشور کوچک و بی اهمیت دانمارک می ترسند. می خواهید این را بگویید؟ منظورتان این است؟ سفیر گفته بود شاید بخواهیم بدانیم اینجا چه می گذرد. اشترونزه گفته بود آنچه در اینجا در جریان است مسئله داخلی دانمارک است. سفیر گفته بود که به ما مربوط نیست. اشترونزه تأکید کرده بود دقیقاً. فرستاده با نگاه سردی به اشترونزه خیره شده بود و سپس با صدایی خشن گویی لحظه ای مهار خود را از کف داده بود گفته بود مردان روشننگر، کسانی مثل شما دکتر اشترونزه نباید چنین بی آزرم باشند. اشترونزه گفته بود ما فقط بیانگر امر واقع هستیم. سفیر گفته بود اما اگر قدرت پادشاهی در خطر باشد. اشترونزه گفته بود در خطر نیست. سفیر گفته بود ما خبرهای دیگری شنیده ایم. اشترونزه با بی‌اعتنایی گفته بود در این صورت به آنها گوش نکنید. ناگهان صدای فریادهای وحشیانه ای از میانسرای کاخ شنیده شده بود. اشترونزه برگشته بود و به سمت پنجره رفته بود. دیده بود که شاه کریستیان هفتم با نوکر خود بازی می کند. کریستیان نقش اسب را بازی می کرد و پسرک کوچک سیاه پوست بر پشت او نشسته بود و تازیانه سوارکاری خود را به طرزی وحشیانه تاب می داد، در حالی که اعلی حضرت 4 دست و پا به جلو می خزید. اشترونزه برگشته بود طرف مهمان، اما دیگر دیر شده بود. فرستاده فرانسه او را تا پنجره دنبال کرده بود و ماجرا را دیده بود. سپس اشترونزه با چهره خشمگین پرده های پنجره را کشیده بود، اما جریان واقعه بسیار روشن بود. فرستاده فرانسه با لحنی تحقیرآمیز و خشمگین گفته بود آقای اشترونزه من ابله نیستم، پادشاه کشور من و سایر فرمانروایان دولت های اروپایی هم ساده لوح نیستند،
من این را واضح به شما میگویم، وضوحی که گویا آن را بسیار ارج بینهید. دارید با آتش بازی میکنید. ما اجازه نخواهیم داد که آتش بزرگ انقلاب در این کشور کوچک فاسد شعله ور شود و همه را نابود کند. و سپس مطابق آداب درباری کرنش کرده. آنچه آنجا در میان سرای کاخ رخ داده بود کاملا روشن و واقعی بود. گریز از آن ممکن نبود. آیا او فرمان روایی مطلق بود؟ مشعل عقل در دست یا پادشاهی دیوانه؟ با او چه می باید کرد؟ نه، اشترونزه نمی دانست با کریستیان چه می باید کرد. مشکل همچنان افزایش می یافت. در نهایت مشکلی بود که به نظر می رسید اشترونزه را با تردید روبرو می کند. خود او که بود؟ آیا او نیز مشعل سیاهی درون خیش داشت؟ یک هفته پیش از آمدن پسرک سیاه پوست به دربار اشترونزه دچار ناامیدی شده. شاید صدای عقل می باید سخن بگوید. شاید خردمندانه ترین کار این باشد که کریستیان را به بیماری خود بسپاریم تا تاریکی آن او را ببلعد. آیا ممکن است نور از تاریکی مشعل سیاه بیرون تراویده باشد؟ مگر نمی گویند عقل اهرمی است که می توان زیر خانه جهان گذاشت و آن را جا به جا کرد؟ اما بی هیچ نقطه ثابتی. اگر عقل تکیه‌گاهی نیابد چه می شود؟ اما اشترونزه به آن پسر مهر می ورزید. نمی خواست کریستیان را رها کند. کسی که شاید یکی از آنان بود که بیشتر از همه غیر ضروری بودند. یکی از کسانی که در طرح بزرگ جایی نداشتند. اما مگر افراد غیر ضروری خود نیز بخشی از برنامه بزرگ نبودند؟ مگر به خاطر فرمان روای مطلق غیر ضروری نبود که این طرح بزرگ را تمهید کرده بودند؟ اشتروزه در مورد تردید خود ژرف اندیشیده بود. کریستیان زخم خورده و بیمار بود. روانش به انجماد دچار شده بود. اما در این حال قدرتش ضروری بود. چه چیز در او بود که اشترونزه را مجذوب می کرد؟ یا او را وامی داشت در هر حال آن را به کار ببرد؟ بیماری کریستیان در کانون قدرت خلأ ایجاد کرده بود. اشترونزه برای معاینه بیمار آمده بود آنجا. می باید امکانی پدید آید برای نجات این پسرک و تحقق رؤیای تغییر جامعه. اینها را به خود می گفت. آن زمان نمی دانست این خودگویی ها را در وهله نخست در دفاع از کریستیان می گوید یا در دفاع از خود. تصویر مشعل سیاهی که تاریکی می تاباند او را رها نمی کرد. اکنون می دانست مشعل سیاهی در وجود این شاه جوان می سوزد که به نظر می رسید تابش آن عقل را خاموش می کند. چرا این تصویر او را رها نمی کرد؟ شاید او هم مشعل سیاهی درون خود داشت. نه، شاید نه. پس درون او چه بود؟ نور، آتش، دشت، ماژه‌هایی بس زیبا. اما کریستیان هم نور بود، هم فرصت و امکان و هم مشعل سیاهی که تاریکی خود را به جهان میتاباند. آیا آدمیان این گونه بودند؟ هم امکان و هم مشعل سیاه؟ کریستیان یک بار در یکی از لحظه های هوشیاری خود از کسانی صحبت کرده بود که قالبی یک پارچه دارند. گفته بود قالب خود او را یک پارچه نریختند و چهره های متعددی دارند. کریستیان پرسیده بود پس در این صورت برای امثال من در پادشاهی عقل بنیاد جایی وجود دارد؟ پرسشی بود ساده و کودکانه که ناگهان در وجود اشترونزه اضطرابی دردناک را بیدار کرده. برای کریستیان نیز میباید جایی وجود داشته باشد. مگر همه چیز به این سبب پدید نیامده بود؟ مگر دقیقاً به همین دلیل نبود که روزنه ای در تاریخ در برابر اشترونزه گشوده شده بود؟ مگر این هم جزئی از وظیفه او نبود؟ در این صورت وظیفه‌اش چه بود؟ می توانست خود را به پسینیان پزشکی آلمانی چنین معرفی کند.
پزشکی است که برای دیدار از دیوان خانه آمده است. رسالتی که بر عهده او گذاشته بودند چه بود؟ دیدار کلمه بهتری بود، بهتر از وظیفه و رسالت. باری شروع کرده بود چون این فکر کردن، این فکر درونش رشد کرده بود. دیدار، وظیفه‌ای که انجام می‌داد، وظیفه‌ای که برایش تعیین کرده بودند، روزنه‌ای گشوده شده در تاریخ، در آن گام می‌نهاد و سپس ناپدید می‌شد. با گرفتن دست کریستیان شاید این درست همان چیزی بود که اهمیت داشت، نه اینکه کریستیان را پشت سر رها کند. کریستیان که چهره های متعددی داشت و قالبش را یک پارچه نریخته بودند و مشعل سیاه درونش اکنون شدیدتر می سوخت و تاریکیش را بر همه چیز می افکند. اشترونزه گاهی فکر می کرد ما دو تن زوج باشکوهی می شویم. او با مشعل سیاهش که تاریکیش را بر همه چیز می افکند و من با نگاه روشن و ترس هولناکی که آن را با مهارت پنهان می کنم. دو تنی که می توانند اهرمی زیر خانه جهان بگذارند. دو، اشترونزه می دانست نباید اجازه می داد پادشاه هدیه را بپذیرد. پسرک سیاه پوست نوعی اسباب بازی بود. شاه به اسباب بازی نیاز نداشت. او را به سمتی اشتباه می راند، مانند ضربه خطایی به گوی بیلیارد. دلیل آن که اشترونزه همانطور که بعدها به آن می اندیشید کوتاه آمده بود، رویدادی بود که در هفته نخست ماه ژوئن سال 1770 رخ داد. کریستیان شروع کرده بود مانند سگ دنبال اشترونزه آمدن، با منمنهایی وفادارانه یا فقط ساکت با التماس نگاه کردن. باید کاری میکرد تا شاه را از این ماتم زدگی بیرون میآوردند. به همین سبب اشترونزه تصمیم گرفته بود سفری کوتاه نه به دربارهای اروپایی بلکه به واقعیت برود. تصور میکرد واقعیت شاه را از اندوهش بیرون خواهد آورد. قرار بود در این سفر به روستاهای دانمارک بروند و تصویری از وضعیت زندگی رعیت‌های کشاورز آن کشور به شاه ارائه کنند، اما تصویری درست و واقعی بدون مراسم و تشریفات درباری، بیان که رعیت‌ها بدانند که شاه در نزدیکی آنهاست و زندگی آنها را تماشا می‌کند. بنابراین سفر باید در لباس مبدل انجام می‌شود. روز پیش از سفر که شاه برنامه آن را بی هیچ اعتراضی پذیرفته بود، زیرا نه از قصد واقعی نهفته در پس آن اطلاع داشت و نه اگر از آن مطلع می شد توجهی به آن نشان می داد، خبر آن به بیرون درس کرده بود. این امر باعث شده بود بین اشترونزه و رنساب مشاجره شدیدی رخ دهد. اکنون به نظر می رسید رنساب موقعیت خود را در دربار باز یافته است. دوباره مورد لطف پادشاه قرار گرفته بود. شهرت یافته است، یکی از نزدیکترین دوستان اشترونزه شمرده می شود. اشترونزه بامداد آن روز به استبل رفته بود تا خود را آماده سوارکاری بامدادی کند. لختی بعد از طلوع آفتاب بود. اسب خود را زین کرده بود و از در استبل بیرون می آمد که رنساب افسار اسبش را گرفت و مانع حرکتش شد. اشترونزه با نشانی از عصبانیت در صدایش پرسیده بود چه می‌خواهد؟ رنساب با خشمی نچندان نهانی گفته بود آنطور که من می‌بینم این تویی که زیاد خواهی می‌کنی. این کارها دیگر چیست؟ این چه کاری است که شاه را بکشانند میان کشاورزان که چه بشود؟ به جای اینکه به دیدن تصمیم گیران و دیگرانی برود که برای اصلاحات خود به همراهی ایشان نیاز داریم، برود کشاورزان را ببیند که چه بشود؟ اشترونزه گفته بود که واقعیت را ببیند. رنساب گفته بود به تو اعتماد دارد، اما تو داری مرتکب اشتباه می شوی. اشترونزه لحظه ای نزدیک بود مهار خود را از دست بدهد، اما موفق شده بود خشمش را فرو بنشاند.
توضیح داده بود انفعال و افسردگی شاه را باید درمان کرد. شاه انقدر در این دیوانخانه دربار مانده که عقلش را از دست داده است. گفته بود شاه درباره دانمارک چیزی نمی داند. رنساف پرسیده بود شهبانو چه می گوید؟ اشتروزه پاسخ داده بود از او نپرسیدم. اسب را رها کن. رنساف با صدایی بلند فریاد زده بود، طوری که همه کسانی که در آن نزدیکی بودند صدایش را شنیده بودند. تو داری اشتباه می کنی، ساده لوحی، به زودی همه چیز را به دست می گیری، اما قواعد بازی را بلد نیستی. شاه ابله را رها کن، تو تنهایی نمی توانی. اشتروزه گفته بود افسار اسب را رها کن، من نمی توانم تحمل کنم او را ابله بخوانی. اما رنساب افسار را رها نکرده بود، فقط با صدای بلند حرفایش را ادامه داد. سپس اشترونزه اسب را هی کرده بود، رنساب و عقب تلو تلو خورده بود و افتاده بود روی زمین. اشترونزه سوار اسب شده بود و دیگر به پشت سرش نگاه نکرده بود. صبح روز بعد پادشاه و اشترونزه سفر خود را به منظور مشاهده کشاورزان دانمارک آغاز کرده بود. دو روز نخست برنامه بسیار موفقیت آمیز پیش رفته بود. روز سوم فاجعه رخ داده بود. اواخر بعد از ظهر بود. نزدیک هیلرود از درون کالسکه توانسته بودند از دور گروهی از کشاورزان را ببینند که گرد کسی یا چیزی جمع شده بودند. ظاهراً گرد همایی بی آزاری بود، اما وقتی کالسکه جلوتر رفته بود موضوع روشن شده. گروهی از مردم دور چیزی جمع شده بودند. با نزدیک شدن کالسکه هیاهوی جمعیت برخاست. مردم پراکنده شدند. کسی دوید سمت ساختمان اصلی ملکی که در آن نزدیکی قرار داشت. کالسکه متوقف شده بود. از درون کالسکه شاه و اشتروزه می توانستند مردی را ببینند که روی چوب بستی نشسته بود. شاه دستور داد کالسکه را نزدیکتر برانند. اکنون می توانستند قیافه آن مرد را واضح‌تر ببینند. کشاورز نوجوانی بود که برهنه روی اسبی چوبین قرار داشت. اسبی چوبین ساخته شده از دو پایه که تیری با تراش‌های تیز بین آنها بود. دستانش را از پشت بسته بودند. پاهایش نیز زیر تیر به هم بسته شده بود. شاید 16-17 سالش بود. پشتش خون‌آلود بود. ظاهراً شلاقش زده بودند و خونش لخته شده بود. به شدت می لرزید. به نظر می رسید نزدیک است از هوش برود. اشترونزه گفته بود گمانم سعی کرده فرار کند. آنهایی را که فکر فرار در سر می پرورانند بر اسب چوبی می نشانند. کسانی که زنده می مانند دیگر هرگز فرار نمی کنند. آنهایی که می میرند از رعیت بودن خلاص می شود. اوزا در پادشاهیتان چنین است اعلی حضرت. کریستیان با دهان باز و چشمان پر از اشک به جوان شکنجه شده خیره شده بود. جمعیت اندک مردم به تدریج عقب نشینی کرده بودند. اشتروزه گفته بود کل طبقه کشاورز را آنجا روی اسب چوبی نشاندند. واقعیت این است. رعیت‌ها را آزاد کنید. آنها را آزاد کنید. وقتی در سال 1733 وابستگی کشاورزان به املاک را نهادینه کردند، راهی برای اشراف گشودند تا رعیت‌ها را تحت انقیاد درآورند یا به عبارت بهتر از تحرک نیروی کار جلوگیری کنند. اگر کسی رعیت کشاورز بود، قبل از 40 سالگی اجازه نداشت ملکی را که در آن زاده شده بود ترک کند. وضعیت زندگی، مزد، شرایط کار و محل اقامت کشاورز را صاحب ملک تعیین می‌کرد. بعد از 40 سال به کشاورز اجازه رفت و آمد می‌دادند. واقعیت این بود که پس از 40 سال اکثر کشاورزان آنقدر منفعل و معتاد به الکل بودند و بدهی‌های مالی و فرسودگی جسمیشان آنقدر زیاد بود که کسی به ندرت توان ترک ملک را داشت. این نظام بردهداری دانمارک بود و به عنوان شیوه تولید اقتصادی و
برای اشراف به خوبی عمل می کرد. در شمال یللند نسبت به جنوب شرایط بدتری وجود داشت، اما همه جا بردهداری حاکم بود. گاهی برده ها فرار می کردند. اشترونزه درست می گفت، برای ترساندنشان باید آنها را مجازات می کردند. اما به نظر می رسید کریستیان درست نمی فهمد. گویی این صحنه فقط چیز دیگری را به یادش می آورد که پیش از آن تجربه کرده بود. ظاهراً توضیحات اشترونزه را درک نکرده بود. شروع کرده بود به شدت جویدن. آرواره‌هایش را طوری برهم می سایید که گویی کلمات نمی توانستند از دهانش خارج شوند. پس از چند ثانیه رشته ای نامنسجم از کلمات با فریاد از دهانش بیرون ریخت و سرانجام به منمن نامفهوم زیر لب ختم شد. اما این پسر کشاورز شاید با پسر دیگری اشتباهش گرفتند، مثل من. چرا مرا تنبیه می کنند؟ چرا مرا به این شکل مجازات می کنند؟ اشترونزه، مگر من چه خطایی کردم؟ آیا این مجازاتیست عادلانه؟ اشترونزه، قرار است حالا مجازاتم کنند؟ صدای منمنهای کریستیان هرچه بلندتر می شد. اشترونزه کوشیده بود توضیح دهد پسرک کشاورز می خواسته فرار کند و مجازاتش اسب چوبی است. اما شاه منمنهای ناروشن و بیمعنای خود را با شدت بیشتری ادامه داده بود. اشترونزه با اصرار گفته بود باید آرام بگیرید، آرام باشید، آرام. اما شاه آرام نشده بود. شامگاه فرا رسیده بود. پشت جوانک بسته شده به اسب چوبین از خون لخته سیاه شده بود. مسلماً مدتی طولانی او را به اسب چوبین بسته بودند. اشترونزه که عاقبت مجبور شده بود از تلاش برای آرام کردن شاه دست بکشد، جوانک شکنجه شده را دیده بود که به آرامی به جلو افتاد. دور تیر چوبی لیز خورد و با سر خم شده به سوی زمین آویزان ماند. کریستیان ناگهان وحشیانه جیغ کشیده بود و شروع کرده بود فریادهای نامفهوم زدن. پسرک سوار بر اسب چوبین ساکت مانده بود. اکنون دیگر مهار همه چیز از دست رفته بود. آرام کردن شاه ممکن نبود. مردم دوان دوان از ساختمان اصلی آمدند. شاه پیوسته با صدایی تیز و کرکننده فریاد می کشید و نمی شد ساکتش کرد. پسرک سوار بر اسب چوبین بی سر و صدا آویزان مانده بود. صورتش فقط یک قدم با زمین فاصله داشت. اشترونزه با صدای بلند به کالسکران گفت دور بزنند. شاه ناخوش بود. باید به کوپنهاگ باز می گشتند. اما درست زمانی که کالسکران با عجل دور زد، اشترونزه به پسرک آویزان شده روی اسب چوبین فکر کرد. نمی توانستند او را همانجا رها کنند. اگر همانجا آویزان می ماند مسلماً می مرد. اشترونزه از کالسکه پریده بود بیرون تا در صورت امکان عفو او را طلب کند، اما کالسکه بلا فاصله به حرکت ادامه داده. فریادهای نومید کننده کریستیان بلندتر شده بود. پسرک کشاورز همچنان آویزان بود. مردمی که نزدیک می شدند خصمانه به اشترونزه نگاه می کردند. اشترونزه ترسیده بود. مهار آنها امکان نداشت. اشترونزه در دشت‌های وحشی دانمارک بود. عقل، قانون، مقام یا قدرت در آن سرزمین وحشی کاربرد نداشت. آنجا مردم حیوان بودند. او را می‌دریدند. اشترونزه احساس کرد وحشتی عظیم وجودش را فرا گرفته است. از آن رو از فکر نجات پسرک کشاورز آویخته روی اسب چوبین صرف نظر کرد. اسب‌ها و کالسکه با شاهی که هنوز فریاد می‌کشید و از پنجره کالسکه آویزان بود در تاریکی شامگاه ناپدید می‌شدند. باران باریده بود. راه گل‌آلود بود. اشترونزه می‌دوید و به کالسکران می‌گفت توقف کنند. در راه گل‌آلود تلو تلو خوران دنبال کالسکه می‌دوید. این پایان سفر پادشاه به واقعیت بردهداری دانمارک بود. 3. شاه هرچه بیشتر با پسرک سیاه‌پوست مورانتی بازی می‌کرد.
هیچ کس از این کار حیرت نمی کرد. شاه هنگام بازی با وی آرامش می یافت. در آغاز ماه اوت مورانتی ناگهان به نوعی بیماری تبدار مبتلا شد. 3 هفته در بستر بود و به آرامی بهبود می یافت. شاه در آن مدت به شدت نگران شده بود و دوباره در ماتم زدگی خود فرو رفته بود. طی 2 روزی که بیماری مورانتی با خطر مرگ همراه بود به نظر می رسید روان شاه پریشان است. لوکسیندورف منشی ارشد دربار که از پنجره ساختمان صدارت ماجرا را دیده بود در دفتر خاطرات خود به طور خلاصه نوشته بود: بین ساعت 11 تا 12 عروسک‌های چینی کتاب‌ها، قفسه‌های کتاب، برگ‌های نوت موسیقی و غیره را از ایوان کاخ به بیرون پرتاب کردند. بیش از 400 نفر از مردم زیر ایوان جمع شده بودند. هر کس هر چه به دستش می رسید بر می داشت و فرار می کرد. پس از بهبود یافتن مورانتی شاه آرامش پیدا کرده بود، اما آن صحنه بار دیگر تکرار شد. با تفاوتی نه چندان اندک، شاه این بار در ایوان تنها نبود. این حادثه را دیپلماتی با عباراتی محتاطانه گزارش کرده است: شاه جوان و شوخ طبع است. صبح روز جمعه به سرش زد برای سرگرمی برود روی ایوان و همراه نوکر سیاه پوستش هر چیزی را به دستش می رسید به بیرون پرتاب کند. 1 بطری به پای منشی نمایندگی روسیه خورد و او را به شدت مجروح کرد. هیچ گزارشی در مورد اینکه مورانتی هم در پرتاب کردن وسایل شرکت داشته است یا خیر وجود ندارد. می گفتند این طغیان شاه را نمی شود توضیح داد. آنها به شکلی دایره‌وار دور یکدیگر حرکت می کردند. دایره ها تنگ تر می شدند و به سمت هم همچنان در حرکت بودند. شهبانو، کارولین ماتیلده و پزشک دربار اشترونزه هرچه بیشتر با هم معاشرت می کردند. آن دو اغلب در جنگل قدم می زدند. در جنگل می توانستند با هم صحبت کنند. در جنگل امکان داشت خیلی ملازمان ناگهان عقب بیفتند. شهبانو از قدم زدن در جنگل با اشترونزه احساس شادی می کرد. جنگل بلوط بود. اشترونزه از اهمیت تقویت اندامهای ولیعهد خردسال از طریق تمرینات بدنی صحبت می کرد. ولیعهد اکنون پسرکی 2 ساله بود. شهبانو درباره اسب صحبت می کرد. اشترونزه بر اهمیت این امر تأکید می کرد که والا حضرت خردسال باید مانند کودکان عادی بازی کردن را یاد بگیرد. شهبانو از دریا و قوها بر روی سطح آبی که به جیوه می مانست حرف می زد. اشترونزه معتقد بود شاهزاده کوچک باید همه جزئیات هنر دولت مداری را هرچه زودتر بیاموزد. شهبانو دوباره پرسید: آیا درخت می تواند فکر کند؟ اشترونزه پاسخ داد: فقط در مواقعی که با خطر شدید مواجه می شود. شهبانو گفت: درخت تنها زمانی که کاملا با نشاط باشد می تواند فکر کند. هنگام قدم زدن در جنگل، جایی که بوته های انبوه وجود داشت، ملازمان بیشتر اوقات نمی توانستند با آن دو برسند. شهبانو دوست داشت در جنگل قدم بزند. معتقد بود درختان بلوط می توانند عشق بورزند. بدیهی می پنداشت که درختان می توانند رؤیا پردازی کنند. کافی بود انسان هنگام غروب به جنگل چشم بدوزد تا آن را درک کند. اشترونزه پرسید: درخت آیا می تواند ترس را هم حس کند؟ اکنون به یک باره شهبانو می توانست تقریباً هر چیزی را به او بگوید. نه، شاید همه چیز نه. می توانست از او بپرسد که چرا وقتی در لباس مردانه سوارکاری می کند همه آشفته می شود. اشترونزه می توانست چنین پرسشی را پاسخ دهد. اما شهبانو نمی توانست بپرسد چرا او را به مثابه مادگاو شاهی برگزیدند تا زادآورش کنند. نمی توانست بگوید چرا من باید گوساله ولیعهدی را به دنیا آورم و بپرسد چرا مرا نخستین و برترین میپندارند در حالی که فقط دامی برای زادآوریم
پست ترین و که ترین. کارولین ماتیلده تند راه می رفت. گاهی اشترونزه را پشت سر می گذاشت. گاهی به عمد از او جلوتر راه می رفت. در این مواقع اشترونزه نمی توانست صورت او را ببیند و پرسیدن پرسش های خاصی ساده تر می شد. یک بار بیان که برگردد پشت به اشترونزه پرسیده بود: چطور می توانید با آن ابله دیوانه چنین صبور باشید؟ این را درک نمی کنم. اشترونزه پرسیده بود: منظورتان اعلی حضرت است؟ شهبانو پاسخ داده بود: شاه بیمار است. اشترونزه گفته بود: نه، ابدا نمی توانم اجازه دهم در مورد همسرتان این چنین صحبت کنید. به هر رو ایشان را دوست دارید. شهبانو ناگهان ایستاده بود. جنگل انبوه بود. اشترونزه دیده بود که شانهای شهبانو شروع کرد به لرزیدن. بی صدا می گریست. صدای زنان درباری را از فاصله دور پشت سرشان شنیده بود. صدای کسانی که با احتیاط از میان بیشزار پیش می آمدند. اشترونزه به سوی او رفته بود. شهبانو به آرامی هق هق می کرد. به شانه اشترونزه تکیه داد. چند لحظه کاملا ثابت ایستاده بودند. صداها نزدیکتر می شدند. اشترونزه با صدای آهسته گفت: اولیا حضرت، باید مراقب باشید. شهبانو به او نگاه کرد. ناگهان آرام به نظر می رسید. پرسید: چرا؟ اشترونزه پاسخ داد: مردم ممکن است رفتار شما را نادرست تعبیر کنند. صداها اکنون بسیار نزدیک شده بودند. شهبانو هنوز خیلی نزدیک به او ایستاده بود و سرش را روی شانه اشترونزه تکیه داده بود. به بالا نگاه کرده بود و با قیافه‌ای ناگویا گفته بود: بگذارید بکنند. من نمی ترسم. هیچ ترسی ندارم. از هیچ چیز نمی ترسم. آنگاه اشترونزه نخستین صورتهای فضول را میان شاخه‌های درختان و بوته‌ها دیده بود. به زودی بسیار نزدیک می شدند. بیش از اندازه نزدیک. شهبانو اما چند لحظه دیگر بی حرکت ماند. از هیچ چیز نمی ترسید. او نیز صورتها را در میان شاخه‌های درختان جنگل می‌دید، اما نمی‌ترسید. اشترونزه متوجه شد شهبانو نمی‌ترسد و این موجب شد وحشتی ناگهانی وجودش را فرا گیرد. با صدایی آهسته گفته بود: از هیچ چیز نمی‌ترسد. سپس راهشان را در میان جنگل ادامه داده بود. 4. ورقبازی های منظم سه ملکه که معمولاً شبها بازی می کردند دیگر انجام نمی شد. هیچ توضیحی در مورد این موضوع به ملکه بیوه نداده بودند. کارولین ماتیلده دیگر به بازی تمایل نداشت. بی آنکه چرایی آن را توضیح دهد، بازی ورق تارو بی دلیل متوقف شد. با این حال ملکه بیوه دلیل آن را می دانست. او دیگر در مرکز وقایع نبود. ملکه بیوه برای آنکه توضیحی دریافت کند یا یک بار برای همیشه موضوع را روشن کند به اتاق کارولین ماتیلده رفته بود. ملکه بیوه نمیخواست بنشیند. وسط اتاق ایستاده بود. با لحنی بسیار سرد گفته بود: از زمانی که به دانمارک آمده اید تغییر کرده اید. دیگر چندان جذاب نیستید. به هیچ وجه مثل گذشته دلربا نیستید. این فقط نظر من نیست، نظر همه است. از دیگران فاصله می گیرید. آداب رفتار مناسب را نیاموخته اید. قیافه کارولین ماتیلده تغییر نکرده بود. فقط پاسخ داده بود: درست است. ملکه بیوه گفته بود: از شما می خواهم، مصرانه می خواهم که با لباس مردانه سوارکاری نکنید. پیش از این هرگز زنی با تبار درباری لباس مردانه نپوشیده است. این کار آزار دهنده است. شهبانو گفته بود: مرا آزار نمی دهد. ملکی بیوه گفته بود: و این دکتر اشترونزه؟ شهبانو گفته بود: این کار باعث رنجش او هم نمی شود. ملکی بیوه گفته بود: تقاضا می کنم. کارولین ماتیلده پاسخ داده بود: من کاری را که می خواهم انجام می دهم. آن شکل که دوست دارم لباس می پوشم. هر طور که می خواهم سوارکاری می کنم.
با هر کس که دلم بخواهد صحبت می کنم. شهبانو منم، بنابراین قوانین را من تعیین می کنم. رفتار من نمونه رفتار مناسب نیز هست. به من رشک نمی برید؟ ملکه بیوه پاسخی نداده بود. خاموش به او نگاه کرده بود و از خشم خشکش زده. کارولین ماتیلده اضافه کرده بود: مگر اینطور نیست که به من حسادت می کنید؟ ملکه بیوه گفته بود: مواظب زبانتان باشید. شهبانو با لبخندی گفته بود: حتما مواظب خواهم بود، اما فقط زمانی که بخواهم. ملکه بیوه گفته بود: شما شرم ندارید. کارولین ماتیلده گفته بود: به زودی برهنه سوارکاری می کنند. می گویند بسیار جالب است. به من حسادت نمی کنید؟ به من که می دانم در دنیا چه خبر است؟ فکر کنم به من حسادت می کنید. ملکه بیوه گفته بود: مواظب باشید، شما هنوز بچه اید، هیچ چیز نمی دانید. شهبانو گفته بود: اما بعضی ها 100 سال عمر می کنند، اما باز هم هیچ چیز ندیدند، هیچ نمی دانند و خبر ندارند. بیرون از دربار دنیایی وجود دارد. سپس ملکه بیوه با عصبانیت رفته بود. شهبانو همانجا نشسته بود و حرف اشترونزه فکر کرده بود. پس حق با او بود. برخی 100 سال عمر می کنند، اما چیزی نمی بینند. بیرون از دربار دنیایی وجود دارد و اگر این را بگویم حجاب برداشته می شود و وحشت و خشم پدید می آورد و من آزاد می شود. 5. 26 سپتامبر زوج سلطنتی همراه با اشترونزه و اندک شماری همراه سفر تفریحی کوتاهی به هولشتاین انجام دادند. قرار بود از اشبری بازدید کنند و اشترونزه می‌خواست کلبه معروف روسو را به شهبانو نشان دهد. پاییز بسیار زیبایی بود. چند روز هوای سرد برگ‌های درختان را زرد و زرشکی کمرنگ کرده بود. وقتی بعد از ظهر به سمت اشبری می‌راندند، کوه با همه رنگ‌های پاییزی می‌درخشید و هوا مطبوع و عالی بود. هوای پاییز سال 1770 مثل هوای تابستان گرم بود. آنها روز بعد از رسیدن به مقصد پیاده روی خود را آغاز کرده بودند. تابستان آن سال اشترونزه شروع کرده بود برای شهبانو کتاب بخواند. شهبانو از اشترونزه درخواست کرده بود برای این سفر کتابی انتخاب کند که خود او را هم متأثر کرده باشد. اشترونزه باید کتابی را انتخاب می‌کرد که شهبانو را سرگرم کند و با ارائه دانستنی‌های جدید علاقه‌اش را جلب کند، چیزی در مورد خود اشترونزه به او بیاموزد و در ضمن مناسب مکانی باشد که قرار بود از آن بازدید کنند. اشترونزه گفته بود انتخاب آسانی خواهد بود، اما چیز دیگری نگفته بود. میخواست وقتی در کلبه روسو مستقر شدند شهبانو را شگفت زده کند. آنگاه شهبانو میفهمید چرا آن کتاب را برگزیده است. روز دوم آن دو به تنهایی تا کلبه پیاده روی کرده بودند. کلبه با دقت محافظت شده بود و آن را با اساسیه اندکی مجهز کرده بودند. کلبه دو اتاق کوچک داشت، اتاقی که قرار بود فیلسوف در آن کار کند و اتاق دیگری برای خواب. فراموش کرده بودند آشپزخانه درست کنند. فرض بر این بود که ابتدایی بودن شرایط آن را با تهیه غذا توسط خدمتکاران املاک اشبری جبران کنند. شهبانو با علاقه زیاد گفته‌های شاعرانه‌ای را که روی دیوارها و سقف نوشته شده بود خوانده بود و اشترونزه درباره روسو برایش صحبت کرد. شهبانو احساس میکرد بی نهایت شاد است. سپس اشترونزه کتاب را بیرون آورده بود. روی مبل باروک بسیار زیبایی در اتاق کار نشسته بودند که رنتزلاو پدر در سال 1755 در پاریس خریده بود و بعدها برای اقامت احتمالی روسو آن را در کلبه قرار داده بود.
کتابی که قرار بود اشتروزه برای شهبانو بخواند، اندیشه های اخلاقی نوشته لودویگ هولبری بود. چرا درست آن کتاب را انتخاب کرده بود؟ شهبانو ابتدا فکر میکرد این کتاب و این انتخاب برایش بیش از اندازه سنگین به نظر میرسد. اشتروزه در پاسخ گفته بود لطفاً لحظه ای عنوان شاید کمتر هیجان انگیز کتاب را فراموش کند و به او اجازه دهد سرفصل‌های لطیفه‌ها، شعرها و گفته‌های نغز را بخواند که به باور او تصویری کاملاً متفاوت از محتوای کتاب ارائه می‌دهد. شهبانو پرسیده بود چیزی ممنوع؟ اشتروزه پاسخ داده بود اکیداً ممنوع. سرفصل‌ها واقعاً توجه شهبانو را جلب کردند. وقت خود را با فعالیت‌های بیهوده هدر ندهید. فقط دیوانه‌ها خوشبختند. قصد دارم ازدواج نکنم. اگر نادرستی دیدگاهی روشن شده است، آن را کنار بگذارید. همه خطاها و گناهان به یک اندازه فاحش نیستند. فقط نادانان فکر می کنند همه چیز را می دانند. اگر خود را خوشبخت تصور کنی، خوشبختی. برخی به تناوب گناه می کنند و آمرزش می طلبند. امور اخلاقی را زمان و مکان تعیین می کنند. مفهوم نیکی و پلیدی با گذشت زمان تغییر می کند. قافیه را در هنر شاعری باید کنار گذاشت. شاعر با افتخار و در فقر زندگی می کند. بهار اصلاحات سیاسی می تواند به سادگی از کف خارج شود. پیامدهای اصلاحات سیاسی را باید با دقت در نظر گرفت. استادان نباید سخنرانی کنند، بلکه باید به پرسش های دانشجویان پاسخ دهند. وحدت خمودی می آورد. درگیری موجب تحرک می شود. بدمزگی فواید فراوان دارد. ممنوع ترین کارها خواهش و هوس من را بیشتر از همه تحریک می کند. شهبانو آنجا در سرفصل آخر حرف اشتروزه را قطع کرده بود. این درست است، بسیار درست است. می خواهم بدانم لودویگ هولبری در مورد آن چه می گوید. اشتروزه گفته بود هر طور می فرمایید. با این حال سرفصل دیگری را شروع کرده بود. شهبانو به او پیشنهاد کرده بود هر طور می‌خواهد آزادانه میان اشعار و گفته‌های نغز انتخاب کند، طوری که در نهایت نوبت خواندن متن امر ممنوع می‌رسید. به این ترتیب شهبانو می‌توانست از زمینه بحث آگاه شود و ژرف‌اندیشی هولبری درباره آن را درک کند. اشتروزه با شعر شماره 84 با عنوان امور اخلاقی را زمان و مکان تعیین می کنند شروع کرد. اشتروزه بعد از ظهر روز دوم پس از رسیدن به کلبه روسو شروع کرده بود به خواندن متن کتاب. اینها همه در اواخر شبی در ماه سپتامبر در اشبری رخ می داد. ملکی که به خوبی آن را می شناخت که بخشی از زندگی سابقش بود. زندگی سابقی که تقریبا آن را از یاد برده بود، اما اکنون می‌کوشید با آن پیوند برقرار کند. اشتروزه می‌کوشید یک پارچگی و تداوم زندگی خود را حفظ کند. می‌دانست بین زندگی گذشته و کنونیش پیوندی وجود دارد، اما هنوز نتوانسته بود تداوم آن را تحت اراده خود درآورد. غروب روز سوم اشتروزه متنی را می‌خواند که با این جمله آغاز شده بود. نیکی امری است که با شیوه های کنونی زندگی تطابق دارد و پلیدی امری است که با آن در تقابل قرار می گیرد. سپس شعر شماره 20 را از کتاب چهارم خوانده بود، شعری که با این عبارت آغاز می شد: نادرترین صفات آدمی این است که انسان به ممنوع ترین کارها بیشتر تمایل می یابد. شهبانو فکر میکرد اشتروزه چه صدای زیبایی دارد. شهبانو لودویگ هولبری را هم دوست می‌داشت. گویی صدای اشتروزه و صدای هولبری یکی شده بودند.
صدایی ژرف و گرم که با شهبانو از دنیایی سخن می گفت که پیش از آن نمی شناخت. صدا او را احاطه کرده بود، گویی در آب گرم آرامی شناور شده بود که راه دربار و دانمارک و شاه و همه چیزهای دیگر را می بست. انگار در دریای گرم زندگی شناور است و از هیچ چیز نمی ترسد. شهبانو فکر می کرد چه صدای زیبایی دارد. به او گفته بود چه صدای زیبایی دارید دکتر اشترونزه. اشترونزه به خواندن ادامه داده. شهبانو لباس شب پوشیده بود. پارچه آن نازک بود زیرا اواخر تابستان هوا گرم بود. پارچه بسیار نازکی بود که به دلیل شامگاه ملایم تابستانی انتخاب کرده بود. در آن لباس احساس آزادی بیشتری می‌کرد. یقه لباس شب گرد بود. پوست شهبانو بسیار جوان بود و گاهی که اشترونزه از روی کتاب به بالا نگاه می‌کرد، چشمانش به پوست او می‌افتاد. سپس نگاهش را به دستان او می‌دوخت. آن شب ناگهان به یاد آورد که زمانی به این فکر کرده بود که چه می شد اگر این دست دور اهلیلش حلقه بزند. فکری که یک بار به ذهنش رسیده بود و به همین دلیل به خواندن ادامه داد. شهبانو ناگهان گفته بود دکتر اشترونزه وقتی می خوانید باید بازویم را لمس کنید. اشترونزه بعد از تردید کوتاهی فقط پرسیده بود چرا؟ چون در غیر این صورت کلمات خشک و بیروح می شوند. باید پوستم را لمس کنید تا بتوانم معنای کلمات را بفهمم. سپس اشترونزه بازوی او را لمس کرده بود. بازو بدون پوشش و بسیار نرم بود. همان لحظه حس کرد بسیار نرم است. شهبانو گفته بود دستم را لمس کنید. آرام. اشترونزه گفته بود اولیا حضرت از این می ترسم که شهبانو گفته بود لمس کنید. اشترونزه به خواندن ادامه داده بود در حالی که دستش به نرمی بازوی برهنه او را لمس می کرد. شهبانو ناگهان گفته بود فکر می کنم منظور هولبری این است که ممنوع ترین چیز نوعی مرز است. اشترونزه پرسیده بود مرز؟ شهبانو پاسخ داده بود بله مرز و جایی که مرز هست زندگی پدید می آید و مرگ نیز در نتیجه بیشترین اشتیاق را برمی انگیزد. دست اشترونزه در حرکت بود. بعد شهبانو دست او را گرفته بود و به گردنش فشرده بود و زمزمه کرده بود بیشترین اشتیاق در مرز پیدا می شود. درست است. آنچه هولبری می نویسد درست است. اشترونزه زمزمه کرده بود این مرز کجاست؟ شهبانو گفته بود پیدایش کن. کتاب از دست اشترونزه افتاده بود. شهبانو بود که برخواسته بود و در را قفل کرده بود. نه او. شهبانو نمی ترسید. وقتی لباسهایشان را در می آوردند دست پاچه نشده بود. هنوز احساس می کرد در آب گرم زندگی شناور است و هیچ خطری وجود ندارد و مرگ بسیار نزدیک است و به این سبب به همه چیز هیجان می بخشد. همه چیز بسیار نرم و آهسته و گرم به نظر می رسید. آن دو کنار همدیگر دراز کشیده بودند، برهنه، روی تخت خوابی که گوشه دنج کلبه بود. تخت خوابی که قرار بود روزی فیلسوف فرانسوی روسو روی آن دراز بکشد، اما روسو هرگز این کار را نکرده بود. حالا آنها روی آن دراز کشیده بودند. این موضوع شهبانو را سرشار از هیجان می‌کرد. آنجا مکان مقدسی بود و قرار بود از مرز عبور کنند، کاری که اکیداً ممنوع بود، بی نهایت ممنوع. مکان ممنوع بود، شهبانو هم ممنوع بود، کما بیش همه چیز کامل بود. همدیگر را لمس کرده بودند. شهبانو با دستش اهلیل او را لمس کرده بود. از آن خوشش آمده بود. سخت بود. اما درنگ کرده بود. زیرا نزدیکی به مرز
بسیار وسوسه انگیز بود و میخواست زمان را متوقف کند. گفته بود صبر کن، هنوز نه. رشترونزه کنارش دراز کشیده بود، او را نوازش میکرد. کاملا آرام و سرشار از لذت در هم نفس میکشیدند. شهبانو بلا فاصله فهمید اشترونزه هم شبیه خود اوست. دریافت اشترونزه هم میتواند مثل او نفس بکشد. هر دو در یک هوا دم میزدند. هوای درون سینه شهبانو همان هوایی بود که اشترونزه تنفس کرده بود. اشترونزه میخواست در او دخول کند، فقط کمی. حال بسیار نزدیک شده بود، اما شهبانو گردنش را نوازش کرده بود و به زمزمه گفته بود نه تا ته، هنوز نه. شهبانو احساس کرده بود اهلیل او نهانگاهش را لمس می کند، رویش می لغزد، کمی دخول می کند، می رود، دوباره باز می گردد. گفته بود نه هنوز، صبر کن. اشترونزه صبر کرده بود، بیش و کم در آستانه درون بود، اما در انتظار رخصت دخول. شهبانو زمزمه کرده بود آنجا هنوز نه دلبرم، باید در مرز آمد و شد کنی. اشترونزه پرسیده بود مرز؟ شهبانو پاسخ داده بود بله، آنجا، آن مرز را حس می کنی؟ اشترونزه گفته بود تکان نخور، حرکت نکن. فهمیده بود که باید منتظر بمانند، همدیگر را بو بکشند، مثل اسبها که پوزه های همدیگر را حس می کنند. همه چیز بسیار آرام رخ می داد. موجی از شور و خواهش وجود شهبانو را فرا گرفته بود. فهمیده بود اشترونزه منتظر می ماند. به زودی به او رخصت می داد. به زودی اشترونزه فهمیده بود. در حالی که خواهش و هوس آرام آرام در تن شهبانو افزایش می‌یافت، بارها و بارها زمزمه کرد مرز، حس می‌کنی؟ بزرگترین خواهش و شهوت، بیشتر، مرز این است، حسش می‌کنی؟ بیرون شامگاه فرا رسیده بود. اشترونزه روی او دراز کشیده بود، بیش و کم بی حرکت و آهسته به درون و بیرون مرز می لغزید. شهبانو زمزمه کرد همانجا، به زودی، حالا از مرز بگذر، وارد شو، آه، حالا تا نهایت برو. و سرانجام اشترونزه بسیار آرام تا انتها درون او لغزیده بود و از ممنوع ترین مرز عبور کرده بود و آنطور شده بود که باید می شد. شهبانو فکر کرده بود مثل بهشت است. و وقتی ماجرا پایان یافت، با چشمان بسته دراز کشید و لبخند زد. اشترونزه بی سر و صدا لباس پوشیده بود و لحظه ای پشت پنجره ایستاده بود و به بیرون نگاه کرده بود. شب شده بود و اشترونزه به پارک وسیع، پایین دره، دریاچه، آبراه، درختان، هرس شده ها و خودروها نگاه کرده بود. آن دو روی تپه بودند و اتفاق رخ داده بود. اشترونزه با صدای آهسته گفته بود باید برویم پایین پیش آنها. آنجا طبیعت به کمال رسیده بود. آنجا طبیعت هم وحشی بود و هم مراقبت شده. اشترونزه ناگهان به آنچه پشت سر گذاشته بودند فکر کرد. به دربار، به کوپنهاگ، به اینکه چگونه بخار سبک آب بر فراز تنگه اورسوند گسترده شده بود. آنجا جهانی دیگر بود. آنجا آب بیشک امشب کاملا سیاه شده بود. قوها پاهای خود را بر شکم جفت کرده خوابیده بودند. به آنچه شهبانو گفته بود فکر کرد. به آب سیمابی و به پرندگانی که حلقه زده در رؤیاهای خود خوابیده بودند و به اینکه ناگهان پرنده‌ای بلند شده بود، چگونه نوک بالهایش به سطح آب ضربه زده بود و چگونه رها شده در مه ناپدید شده بود. مه، آب و پرندگانی که خفته بودند
در رؤیاهایشان حلقه زده بودند. آنگاه فکر کرد به کاخ کوپنهاگ، مانند دژی باستانی سرشار از وحشتی بیمافرین، که پی فرصت می‌گشت تا ضربه کاری را وارد کند.